درود به همه شما ورزش توبی های عزیز و دوست داشتنی. وضعیت آلودگی هوا توی اکثر شهرهای ایران در شرایط بسیار ناسالم قرار داره. چیزی که قبلا برامون یه جوک بود حالا تبدیل به واقعیت شده. جمهوری اسلامی حتی حق نفس کشیدن رو هم ازمون گرفته. اینو گفتم که بگم ماسک بزنید و مواظب خودتون باشید. سلام، درود بر شما. ساکن اسلامشهر تهران هستیم. ما رفتیم شیشه ماشین رو فقط تمیز کردیم، با بدنه ماشین هم کاری نداشتیم. شما فقط کثیفی رو نگاه کنید، چه آلودگی روی دستمال هستش. اول این بوده قسمت تمیز دستمال، بعد تبدیل به این شده. شما فقط آلودگی رو توی تهران نگاه کنید. این میفرستم برای گزارشگر خوب مردم. امروز ترانه علی دوستی، بازیگر مطرح سینما و تلویزیون، با قید وثیقه سنگین از زندان آزاد شد. مادر ترانه این خبر خوب رو به زیباترین نحو ممکن اطلاع رسانی کرد و با انتشار یه استوری نوشت ترانه ایران آزاد شد. این عکس اولین عکسیه که بعد از آزادی ترانه منتشر شد. عکسی که نشون از یه کبودی زیر چشم راستش میده که به نظر میرسه مال روزای اول بازداشتشه، که تقریبا تا امروز خوب شده. ظاهراً جمهوری اسلامی از ترس تحریم همه جانبه جشنواره فیلم فجر توسط اهالی سینما ترانه را آزاد کرده. بازیگرای زیادی هم به استقبال ترانه رفتن و به این صورت با لحظه آزادیش عکس یادگاری گرفتن. هنرمندایی که یه آزمون مهم پیش رو دارن و اونم جشنواره فیلم فجر. هنرمندایی که باید واکنش خوبی به این جشنواره حکومتی نشون بدن و به صورت همه جانبه این جشنواره رو تحریم کنن. اگه اهالی سینما این کار رو به خوبی انجام بدن، احتمالاً خامنه ای مجبور این دخترای شستشوی مغزی شده شو که توی صدا و سیما با چادر سیاه ورزش صبحگاهی میکنن و همزمان شعار حکومتی میدن، بفرسته توی جشنواره تا براش هنرنمایی کنن. یک دو سه الله ماشاءالله فت نگر فت نگر توی این سالا مزخرفات زیادی از صدا و سیما دیدم. ما کسایی هستیم که حتی بازجویی یه موجود بی ارزش به اسم علی رضوانی از بزرگمردی به اسم روح الله زم رو هم توی صدا و سیما دیدیم. اما واقعا این کلیپ ورزش کردن دخترها با چادر و شعر خوندنشون برای آمریکا یکی از مسخره ترین چیزایی بود که تا به حال توی این رسانه ملی پخش شده. داشتم به این فکر می‌کردم که اگه یه خارجی این کلیپ رو ببینه واقعا چه فکری در موردش میکنه. خب بگذاریم. دوست ندارم این خبر رو بگم، ولی چاره ای نیست، باید اطلاع رسانی کنم. امروز یه قتل حکومتی دیگه دقیقاً مثل قتل نیکا شاکرمی افشا شد. مزدورای خامنه ای بهار خورشیدی، هنرمند 22 ساله ساکن ربات کریم، رو در شروع انقلاب مردم و در تاریخ 31 شهریور با پرتاب از ارتفاع بالا به قتل رسوندن. طبق گزارشی که به دستم رسیده، بهار به همراه مادر و خواهرش در جریان اعتراضات به یکی از ونهای یگانه ویژه انتقال داده شده بودند. وقتی که مردم برای حمایت از این 3 نفر به سمت خود رو هجوم بردن، خواهر بهار با استفاده از فرصتی که پیش اومده اونو فراری میده. بهار با کمک مردم سوار تاکسی میشه و خودش رو به منزل میرسونه و جریان بازداشت مادر و خواهرش رو برای پدرش تعریف میکنه. آقای خورشیدی هم برای پیگیری وضعیت بازداشت شده ها از منزل خارج میشه. بعد از گذشت 1-2 ساعت، مزدورای لباس شخصی که ظاهرا بهار رو تعقیب کرده بودن با یورش به منزلشون برای بازداشتش اقدام میکنن و وقتی که با مقاومت و فریادهای درخواست کمکش از پنجره مواجه میشن، اونو از ارتفاع به پایین پرتاب و به قتل میرسونن. خانواده خورشیدی از طرف نهادهای امنیتی مزدور خامنه ای برای عدم اطلاع رسانی تحت فشارهای شدیدی قرار می گیرند و به خاطر همین تا امروز این خبر توی رسانه‌های مردمی منتشر نشده بود. معلوم نیست توی این 100 روز چند تا از این نیکاها و بهارها داشتیم و چند نفر رو از ارتفاع پایین انداختن. اون وقت برام عجیبه که چطوری همون کسی که یه دختر تنها رو توی خونه از پنجره پرت میکنه میره پای روزه‌های محرم و اشک می‌ریزه. این بار نمیگویم قلمت بشکند ای تاریخ نویس، این بار میگویم کمرت بشکند ای تاریخ نویس، اگر درست و به جا ننویس. کسی که سالها منتظرش بودید نامش رینا بود نه مهدی، آن که شکنجه شد و پهلو شکسته از این جهان سفر کرد نامش نیکا بود نه زینب، آن که تشنه لب شهید شد
نامش خدا نور بود نه حسین. و آن کودکی که جلوی پدر کشتند نامش کیان بود نه علی اصغر. قتل عامی که می گفتید کردستان جوان رود سیستان بلوچستان بود نه کربلا. جانم فدای ایران. اما میخوام یه کلیپ دیگه از بلایی که خامنه ای سرمون آورده مخصوص اون قشر خاکستری پخش کنم. البته این کلیپ حدود 3 روز قبل ضبط شده و احتمالاً الان که شما دارید نگاهش میکنید قیمتاش تفاوت زیادی کرده. سلام خدمت شبکه من و تو، گزارشگر من و تو، ضمن خسته نباشید. اینم از وضعیت تورم تو ایران و بیارزش شدن ریال. یک کوکا، یه دونه انرژیزا 10,000 تومان، پوفیلا یا پاپسیل چیپ و چیپ پاپکورن و 10,000 تومان تخمه، یه مرغ، 2 پرتقال، 2 سیب با یه گلابی، یه دونه از این چیه عسلای کوچیک، یه دونه کیک کوچیک، 2 تا بستنی با یه پاکت سیگار شده 300,000 تومان. مزد کارگر اگر بهت انفاق کنن بین 200 تا 250,000 تومانه. حالا این شده 300,000 تومان. شما الان در نظر بگیریم ما تو چه شرایطی هستیم. حالا 300,000 تومان رفت. نهار رو ما با چی بگیریم؟ شام رو با چی بگیریم؟ مهمون اگه بیاد چی کار کنیم؟ مردم فردا یک ماه دیگه همین خریدا میشه 600,000 تومان. 2 ماه 3 ماه دیگه همین خریدا میشه 1,200 1,300. ولی درآمد همون درآمد ریال بی ارزشه، بیشتر نمیشه. مزد کارگر همون 200 تومانه. آخر مجبوریم فقط نون خشک اونم صرفه‌جویی کنین تو مصرفش. به خودتون بیان مخصوصا قشر خاکستری، به خودتون بیان. قشر خاکستری که الان چند ریال دارین، این چند ریال شما اینقدر افت میکنه که آخرش میخواییم موجودی بگیریم میگه موجودی کافی نیست، حسابتون خالی میشه یا زیر بار قرض میریم. خیلی ممنون از شبکه من و تو. اینم از تهران 13 دی 1401.